سلام سلام بنداي عزيز، شكرك جوري تهار جاي كاستي كده داخلي كده خارجي جور باشيت زمستوني خوب تركنيت. ها يمشو فكر كنم كي شاو يالدايا قد از مو باشيت داخلي برنامه كي آقا ياري چي قصه ترا چي قم آهنگاي جديد ترا تاخير برنامه قد از مو باشيت آقا ياري میشه من او شب دایزیس یلدایا؟ آره این میشه او شب یلدایا گبر مزار ما غریبان نه چراغ و نه گل نه پر پروانه سوزد و نه صدای بلبل یک مجلس متخ بینی از خود خو ساده ساده متخ چی گرفته به مناسبت بچم که همه شوره آدم این خوبه یا بد بر بعضی مثلا کسایی که مریضه این شب یلدا دیگه خدا نجات بده که صبح نمیشه ولی ولی بر کسایی که جانش جور باشه که شب خوشه بنده عزیز یک خوب داستان خنجر از بوگی انگه به خزمه و صفحه هم خم خنجر آه ری ری این فرهنگ از یلدایی همین رقمه که فکایی جو قصه داستان فال حافظ موسیقی همه چی خلاصا این شو را زنده می داره بعض کسا حالی از مو که فال حافظ و چیزا نیا مجلس یه متخودمانی یک گب گفتی با بیندا و همون رقم یک یاد بود از امی شب یلدا دشتشم که تا سالی دیگه یا نصیب تا سال دیگه که دوستا و برادرا و خانه بیندا جو صحت من باشی نتقم بازم امی قصه امی جو کمی دنبور جدید یاری قد از مو باشید آیا مگه که در زمان های خیلی سابق سابق یک نفر بود کفن دوزی میکرد بازی اولاد های خوخانی خواهد زمین طریق نان میداد مردم که ممور بک باید مرافت مور قبرش غار میکرد مرده رو برو میکرد کفنش دوزی میکرد باز خودش رو پس منجا میشت بازی همین رقم ادامه داشت تا که پیر شد به بستر بیماری افتاد گفت علی خون یادم پیر شدم علی مریضم هستم فکر کنم وقت رفتویا بیا برای همزی بچه خیلی وصیت کنم که همین تیم عمر که ما تیر کدوم در دوزی و مثلا این چندان عمر خوبی نبودم بچه خیلی خلا مانی کنم که همزی کاران نکنه زگو طریق دیگه نان پیدا کنم باز بچه خیلی طلب کن. بچه من ما میگر نکنه خلاصیم دیگه اون وقت رفتویا گفت بخشیست تو توصیه نم که تو امی کس باز مری دامه ندی کاری که یک کار افتخارآمیز کو که مردم بعد از این خدا بیامرزی کنه خوب بگه بگه نیپه حال فلانی که فلان یعنی تر بچه از جگهش من باز بچه شه دست آتیخ گرفت گفت آتای خاطرش تو جمع باشه کارای کنم کاری کنم که مردم تو خدا بیامرزی کنه دیگه خلاص دیگه گپ اینج کوتا راحت برو خلق خب بالاخره آتش مرد و بچه ادامه داد به زندگی خوب باز بچه هم اتفاقا این کس به پدر را گرفت امی کفن دوزیگ داره قبرها رو غار میکرد و کفنها رو مرده رو بر میکرد امی ترقم دیگه زندگی زی ادامه داشت من دا به طریقه متفاوت دیگه رقم یکی همه مرده را بر میکرد کفنش مستادک قط میکرد و اصو میشت و باز همه در کوره مرده یک چوی دیگر را میخ میکرد چو میخ میکرد در بین قبر پس میشت اگره و صبح که مردم میماد تو خود که مرده را کفنش برده ولی یک چوی دیگر را میخ کرده مردم فهمید که بچه فلانی هست این کفنه را مو دوزینه کس با تیخ باز من گفت خدا
امو گاینا مرت که امو کفندوز گاینا رو بیامرزه که اقلا دیگه نم چوک ده کوره مرده میخ نم کن حضیت نم کن مرده خدا امزیش نجات بیده دیگه این اترخم یو عدد چی بوده یو یز گوشنگی بوده ده یو یز ناچاری بوده ده یز چسکم بوده یا میتون بوده ده مسئله است که مگم خدا از بد بترش نجات بیده که هیچ وقت بشر دمو بد شکر نده اون بتر بلش میاد مردم دو شکر نکد اون بچه شی باز ده ای مگفت ده دیلخی وله ما خوب کار ماتیم رو مردم خدا بیامرزه اینو در ما ما که نی کار کرد مگفت خدا که اینه دوز رو بیامرزه که اقلا چود ده کوری مرده که میخ نم کن حسیت نم کن ده زیز یک آهنگ خدمت شم تقدیم کنم من بس
دامی تو من گرفتار هستم، من عاشق روی گلیار هستم. بود از این آهنگ پیمانه. دیگه بینده عزیز شوی الله خوبی داشته باشین. دیگه امیدوار استم در گوشه گوشه دنیا که هستین خوشحال باشید. تا یلدای بعدی همیت رقم دل جمع، کانون خانواده های شما گرم باشه. Thank you.